خب چه عواملی میتونن باعث علاوه بر اون چیزی که تصادفی عرض کردم 10,000 سل، حالا امکان داره که سلول برای افراد مختلف فرق کنه، شاید در اول 10,000 تا باشه، بعد 20,000 تا، به هر حال مقدارش خیلی کمه. و اینم قراره که سلول های دفاعی بدن ازش جلوگیری کنه. الان چه اتفاقی افتاده؟ مواد شیمیایی، شما هر چیزی که پوستتون رمس بکنه یا بره تو دماغتون یا تو بره تو دهنتون، اینا رو بدنت اثر میذاره. سیگار، من خودم سیگار میکشیدم، من 18 سال سیگار کشیدم. بابا این سیگار و سرخ پوسا هر 6 ماه یه مرتبه آشتی میکردن میکشیدن. این تیزم 10 دقیقه سیگار میکشیدن. آلودگی محیط زیست، دود، اشعه اکس، فوق بنفش، تلفن همراه، این مثل خاموش کنید وقتی که تلفن رو بدنتون هست، خاموش کنید یا از هر چقدر میتونید از خودتون فاصله بذارید. وقتی صحبت میکنید تو گوشتون نزنید. بعد یه مسئله دیگه، ما فکر میکنیم ما جدا از طبیعت هستیم، ما تافته جدا بافته هستیم. نه، اینطوری نیست، ما جزء طبیعت هستیم، ما از طبیعت به وجود اومدیم، باید بهش احترام بذاریم، بایستی حق زندگی دیگر موجودات جهان رو به شناسایی بشناسیم. من دیروز چند روز پیش یه دونه فیلم دیدم، مردم داشتن، یعنی یه کاوشگری داشت از بز کوهی فیلم میگرفت. بابا یه زمانی اینا مالک زمین بودن، چه کار کردیم با اونا؟ شما میدونید نصف باکتری های ما تغییر کردن، ما باکتری هایی که داشتیم اونا رو از بین بردیم. ماکروبایوم روده، این ببینید، ما وقتی که هر باری که غذا میخوریم باعث به اصطلاح صدمه به روده میشیم، روده وقت میخواد خودشو تعمیر کنه. وقتی که ما دائما داریم میخوریم بهش فرصت تعمیر نمیدیم، باعث میشه که روده نتونه کار خودشو بکنه. بعد چی میشه؟ گلوبولای سفید میان در حد فاصل روده و رگای خونی که اطراف روده هستن جمع میشن تا مواد سمی نیاد داخل بدن. بعد دیگه اون 10,000 تا سلول سرطانی چیزی برای دفاع ندارن، چون ما اینا رو مشغول اون مواد سمی که از روده میخواد بره داخل بدن، اونجا اونا رو اونجا مشغول کردیم.